اتحادیه اروپا در بروکسل در حال بررسی اولین طرح ابتکار شهروندان اروپایی تحت عنوان حق دسترسی به آب است. این طرح خواستار دسترسی جهانی به آب آشامیدنی است. گام بعدی در این زمینه چیست؟ چطور می توانیم موفقیت طرح ابتکار شهروندان اروپایی را ارزیابی کنیم؟ خب از نظر قانونی ساده است. یک ابتکار وقتی موفقیت آمیز است اگر امضای بیش از 1,000,000 از حامیانش را حداقل از 7 کشور عضو اتحادیه به دست آورد. با این معیار ابتکار حق دسترسی به آب در حال حاضر موفقیت بزرگی است. آنها نزدیک به 1,700,000 امضا از حامیانشان را از حداقل 13 کشور عضو جمع‌آوری کردند. اما بینندگان شما می‌پرسند شانس موفقیت این ابتکار یعنی دسترسی جهانی به آب آشامیدنی و بهداشت چند اندازه است؟ بدیهی است که این چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد. همه می‌دانیم که یک چوب جادویی که باعث شود این اتفاق رخ بدهد وجود ندارد. این درخواست کار زیادی لازم دارد و به تلاش‌های طولانی در همکاری نزدیک با دولت‌ها در سراسر جهان نیاز دارد. کمیسیون اروپا در حال حاضر کارهای زیادی انجام داده است. در سال‌های اخیر با حمایت ما 32,000,000 نفر به آب و 9,000,000 نفر به بهداشت دسترسی یافتند. امروز کمیسیون اروپا و کشورهای عضو به همراه هم 1.5 میلیارد یورو به طور سالیانه به این هدف مهم اختصاص دادند. با این سیاست ما به بزرگترین شریک در این زمینه تبدیل شدیم. سازمان دهندگان حق دسترسی به آب از این موضوع آگاهند و آنها از ما می‌خواهند که تلاش‌هایمان را فراتر از این اهداف گسترش دهیم. آیا این ممکن خواهد بود؟ باید منتظر شد و دید. در داخل کمیسیون اروپا در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است تا ببینیم چگونه می‌توانیم به این پیشنهاد واکنش نشان دهیم. ما انتظار داریم که همکارانمان در کمیسیون اروپا تا 20 مارس به تصمیمی در این باره برسند. شما هم سوالات خود را با مراجعه به سایت یورونیوز بخش سخن شما با ما در میان بگذارید.